برزخ به نام زندگی در کابل، بهای مواد خوراکی بلند و سردی زمستان آزاردهنده و جیب‌های مردم خالی است. بسیارها وعده‌های غذای خود را کم کردند. در بازارهای کابل آبر زیاد است اما خریدار اندک. یک بجور 6 تا تفاوت آمده. روغن هم ده 3400 است، وقت تا 2700 بود. 700 ده یک پیپ روغن تفاوت آمده. ده یک بوتل مایه 300 چند تفاوت آمده. یعنی میخواد تفاوت های زیاد آمده. کلی گره خدا در سرانگرا یه رقم چور وری است فلان. یا وضعیت از ما مردم و از کل مشتریان خیلی خوب نیه برای فلان. به ثباتی ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکایی و بی‌نظمی در قیمت‌ها هر از گاه فروشندگان را مجبور به بستن فروشگاه‌های مواد خواربار می‌کند که این کار نیز وحشت فقر را بیشتر می‌سازد. صف‌ها برای دریافت نان خشک در برابر نانوایی‌ها از سوی نیازمندان نیز با گذشت هر روز بیشتر می‌شود و بر بنیاد داده‌های سازمان جهانی غذا همکنون 22.2 میلیون نفر در افغانستان مسئولیت غذایی ندارند و 11 میلیون دیگر در معرض گرسنگی قرار دارند. اما مسئول این فاجعه کیست؟ نان آل 15 نفر رسیده. این 200 گرام میگه میایه، 200 گرام میایه. امروز برای ما اطلاعیه رسیده که دانه 15 روپه الا 20 روپه. حال مردم چرا که میره پورا کنه؟ این در پیش موجود نمیشد که میره پورا کنه. در حالی که ناداری در افغانستان یک موضوع جدی است و به تازگی یک آموزگار در قندهار افغانستان از گرسنگی جان داد، طالبان چه برنامه برای مهار این وضعیت دارند؟ میسون اقتصادی کابینه امارات اسلامی افغانستان به ریاست محترم مولوی عبدالسلام حنفی معین اقتصادی ریاست الوزراء موظف شده است تا برای ثبات پول افغانی اقدامات عاجل و تدابیر جدی را انجام دهند و به خصوص کام‌های فوری برای جلوگیری از قاچاق دلار، انتشار پول جعلی افغانی و همچنان از بین بردن عواملی که اثرات بد و منفی بر ارزش پول افغانی دارد بردارد. با تسلط طالبان در افغانستان وضعیت اقتصادی با رکود روبرو شد. بیکاری افزایش یافت و سیل مهاجرت هنوز از افغانستان ادامه دارد.